نقشم عصری داشته برای که نوبه فراموشی بس بره اصلا صحبت چون نمی کنه. چرا؟ چون وارد یک فاز جدید و بازی جدید سیاسی شدن تو بده بستون ها و دلار و پول و همکاری و با این و این اصلا من به فراموشی سپردن چون 23,000 نفر کشته اصلا فراموش حالا چی در مات کردن؟ این 23,000 نفر رو با دستور و فتوای شخص خمینی اسدالله لاجوردی مأموریت داشت کشت اینا رو اعدام کرد. روحانی اون موقع پست بالای امنیتی تو آمریکا داشت. سید علی خامنه ای یا رئیس جمهور بود، قبلش یا معاون وزیر دفاع بود، یا رئیس جمهور بود و یا رهبر. اون اوایل بود ولی هنوز به رهبریش نرسید، هنوز رهبر خمینی بود ولی پست بالا داشت و روحانی پست بالا داشت. همین آخوندهی که میدید پست بالا داشتن، اینو زدن و کشتن. خب این جریان تاریخ رو اینا فراموش کردن تو همین چند روز. ما همون منطقی را داریم که در صدر اسلام بود که اگر اونا را بکشیم ما رو بهش میریم، اگر اونا ما را بکشن بازم ما رو. اگر یک دسته از مسلمین را در جنگ های سابق این هست، اگر یک دسته از مسلمین را کفار سپر قرار دادند، فرض کنید که عراق فاسد یه دسته از مسلمین بیگناه را سپر قرار داد و پشت اونها ایستاد که بریزد ایران را بگیرد، بر ما واجب است که مسلمان و غیر مسلمانش را بکشیم. مسلمان ها شهیدند و بهشت میرن، کافرهاش کافرند و بهشت. 60 تا 64 120,000 نفر کشته رفتن فراموش کردن. چند هزار نفر میگن این سال 67-68 اعدام کردن، همونو چسبیدن، همونو چسبیدن. چرا؟ خود خط خود رژیمه. من میدونم الان هم ثابت میکنم براتون، چون میخوان اون گنبد بارگاهی که ساختن اون باید باشه، اسلام هم که فوش بدی و ندی و بشه. این رهبر انقلابشون بایستی باشه، این خمینی مقدس بایستی بمونه. تو نگی بهش، تو حتی گجستک بهش نگی، تو اینا بتونه ازش نون بخورن. ولی آدماشون همه قربانی بشن، اشکال نداره قربانی اسمش هم قربانی کنن. تو نباید این گلو بخوری سازمان، تو نباید این گلو رو بخوری. 120,000 نفر کشته تو فراموش کنی؟ اگر حساب کتاب نبوده، اگر پرستوی در کار نبوده، 120,000 نفر کشته فراموش کنی؟ بعد میبینید آقا این رئیسی 4,000 نفر کشت. قبلیش چی شد؟ این رئیسیست با لاجوردی، لاجوردی 120,000 نفر کشته، اینم باش دست داشته هم دستش هم بوده. بعدم سال 68 ایشون با چند نفر دیگه هم چند زن نفر اعدام کردن کشتن، نه همه درست. ولی 120,000 نفر چی شد؟ چرا اون فراموشش کردید؟ چرا اون میخواین به فراموشی بسپارید؟ و این با برنامه است. برنامه چیه؟ مالا به شما میگم. اینها تصمیم گرفتن، من در لوژ فراماسونری گراند اوریان شرق بزرگ فرانسه که قوی ترین هست، هم خاتمی که رئیس جمهور شد از من دعوت کردن سخنرانی بکنم، صحبت بکنم اونجا، که حتی رئیس جمهور و نخست وزیر بازنشسته و فلان شاغل و وزیر و این اونجا بودن، تو معبد فراماسونری تو نو بلانش سپید پوشی، یعنی میتونه از خارج هم کسی دعوت کنه بود سخنرانی کنه. گفتن خوب این خاتمی اومدی دیگه، الان وضع خوب شده ایران. نگفتم حالا کیست که داره گلوبالیست و جهانی و آخونده به شما میزنن؟ گفت چطور؟ گفتم این اومده برای خارج از کشور، رژیم از الان میخواد یک بازی جدیدی رو شروع کنه. بازی جدید اینه که یک سیستم میخواد بسازه، یک جناح از نظام، یک بال، دو تا بال داره کفتر کبوتر، دو تا بال داره، یک بال، یک جناح مال خود ایران باشه کار کنه، یک جناح برای خارج از کشور. این خارج از کشور زیاد میشه اپوزیسیون فوش خار مادر میده، هر کار وای میکنه و شما رو گول میزنه. اصل نظام خاتم، بعدش اصل نظام روحان، اصل نظام ظریف، اینا برای بازی خارج از کشور. چون هم میخوان به خارج از کشور بگن ما دموکرات آزادی فلان بگنیم، اون جنایه نمیزنه. از اون طرف هم اپوزیسیون رو تا میتونن محدود کنن فعالیت هاشون رو و بکشن زیر چتر خودشون. چون اپوزیسیون هم اگر رهبرانشون رو بخرن، اون پایینی ها چی میشن؟ پایینی ها ساده لوحه، ساده لوحه. یعنی دو حالت داره، یا میخرن مثلا یا با پول، یا طرف میگه میزن زندان. همینجور تو پاریس رهبر سازمان رو میگیره میزن زندان، وقتی میزن زندان چند نفرم خودشون رو میکشن که خانم گرفتن دفتن زندان، ولی
ولش میکنن، قاعده ولش کردن، بدون حساب کتاب ولش کردن، قرار میبندن. قرار با ما بیدیم قرار عملی شده، یک سری همخوانی هایی داره، یک سری همخوانی هایی داره درست، اما حرف و برف های داخل نظام یکیه، یا هم یک سری هم احمق و خر هستن که از بین میرن. ولی بعضی تشکیلاتی با برنامه، مثلا این شعری که من اول برای شما خوندم، این شعر سال 1362، 39 سال پیش، 40 سال پیش، کتابشو 20 ورق بود، خودم چاپ کردم، شاعرش گفت، من گفتم شعر جب قشنگ، اینه پول نداشت چاپ کنه، آی باشه موقع، من با عزیزی خودم که بهش چاپ کردم و بهش دادم و چندین فرانه و پخش کردم، حتی توش دست بردم کردم، از در شعری درستش کردم، خودش میدونه غلطگیریش کردم، ولی اون اینجوری شروع میکرد، میگفت ای خامنه‌ای، ای گوجستک پرفر. بعدن الان شما به شعر هر که دیتون میخواد بگردید، دیگه نیست ای خامنه‌ای، ای گوجستک پرفر. این شاعر که سابقه سرودن شعر برای خمینی هم داشت، اولین کسی است که خمینی رو امام خوند، و بعد خب بعدن اینا خیلی معاملهشون نشد، چه شد اینا، بعد یه مدتی که چاپ های بعدی که اون چاپ من براش کرده بودم نبود که روش عکس دماوند بود و اینا، همین خیلی کوچیک تر صفه یه جای دیگه بیده ای خمینی ای گذاشته که پرفند، ای گذاشته ای داد پاتیاره گجسته که پرفن. خمینی رو هر جا توی قصیده بوده ورداشته و جاش گذاشته داده پتیاره. اولی خمینی باید مقدس بمونه، انقلابی نمیخوامش کار کنن، دنباری بگیرنم خمینی مقدسه، بقیه همه نابود بشن، رفسنجانیشون رو میکشن، قاسم سلیمانیشون رو میکشن، همین خامنه فردا باشه مردسی زنده نیسته. چون جورج سوروس یه بار گفت به من اینا، گفت من هویج میذارم رهبر، شلغم میذارم رئیس جمهور، الان همین کار داره میکنه. آقای بایدن تفکی اصلا حواسی سر جاش نیست، ولی رئیس جمهور امریکاست، اصلش سیستم گورکسایوس که داره کار میکنه. افغانستان یک سری پابرهنه رو بردن اونجا، میگن امیر المؤمنین آقای هبت الله آخوندزاده. یه نفری رو ندیده هبت الله آخوندزاده، 7-8 سال پیش کشته شده، اصلا وجود نداره. امیر المؤمنین چرا کار میکنه؟ این سیستم رو اینجوری کنترل میکنه، هر موقع اینا خلاف بکنن یا یه اعلامی هبت الله آخوندزاده میده، کار خرابش چه زرزتون گرگسایوسی که اعلامی میده. ایران هم همینجوری، من بارها گفتم رو حرف ما هستم، شما هر چی حالا بار. خامنه‌ای حذف شده، خامنه‌ای وجود نداره، این یک رباتیه، ثابت هم کردن گوششو دستشو کاروشو چیزاشو فلان، نه این یک ربات کامپیوتری است که روسیه داره کنترل میکنه، به جای اون حرف میزنه، به جای اون میاد. ها حالا اینا رو گفتم برید بشنم، اینا این همه قربانی هم، ولی اون اصل قداست بایستی بمونه، اون قداستی که باید بمونه. حالا توی همین قضیه که این قداست باید بمونه، همه رو قربانی میکنن. بعد چون نظر بگیرن رو همین که میخوان اون قتل عام های اول انقلاب سیاه که عمرای سرحشور شاهنشاه آریامهر کشته شدن رو شما رو فراموش کنی، 120 هزار نفر بچه های جوان و آزاده و سرحشور نسل امجدیه رو تو فراموش کنی. چرا؟ چرا فراموش کنی؟ چون باید این رژیم بمونه با اون سمبول های اولش خمینیست و قبلش رو ساخته. حتی شما این فکر کنید یه لحظه به این قضیه خواهش کنم، فکر کنید همه ما حتی اپوزیسیون ها میگن رئیسی یکی دو سال، میگن 67-68 توی دو سال تازه کم بعد دو سال میشه، میگن چند هزار نفر اعدام کرده، 3 هزار نفر، 4 هزار نفر اعدام کرد و منتظرین مخالفت کردن، قبول. آقا رفیقش یعنی اون بار دیگه، اون جنای دیگه رژیم میاد یه حرفی میزنه از یه حرف ما بدتر علیه رئیسی، رئیسی همه موقع رئیس قوه قضاییه چیز غلطی نمی کنه. الان رئیس جمهور شده باز هیچ غلطی نمی کنه، بره یقیر بگیره بگه آقا تو چرا چنین دروغی رو گفتی؟ دشمنای منم و دشمنای رژیم جمهوری اسلامی میگن من 2 سال آدم اعدام کردم، حالا درست 3 دستیار بودم قلبم چه بودم، ولی من 2 سال کردم، قبل من که اون لاجوردی اون همه کشته و 120 هزار نفر، اونا رو چرا چنین میگه؟ و اصلا مهمتر چرا آقای روحانی تو میگه من 38 سال
اعدام کردم و زندان من دروغ میگم من به بهشت خود روحانی داره میگه ما نمیگیم میگه که آقای رئیسی 38 سال کارش زندان و اعدام بوده مردم بهشون رأی نمیدن رئیس جمهور بشه اینه مردم نمیگن خود رئیس جمهور جمهوری اسلامی داره میگه خودش که توی 38 سال پست های مهم میداشته که رئیسی شاگردش بوده شما رو بازی دارن میدن همشون هنر میشن فیلم بازی میکنن در غیر صورت آقای رئیسی باید اول از همه آقای روحانی رو بگیره به خاطر اتهامات محاکمه کنه این حسن روحانی است که قاطع میگه آقای رئیسی 38 سال زندان و خب این روحانی که داره میگه رئیسی 38 سال کرده رئیسی نتنه بایش کاری نکرد وقتی همون موقع رئیس قوه قضاییه بود بایش دست داده حال کردن و میخندن و شوخی میکنن همین الان هم تو جلسات با میشه حال میکنن یعنی بدبخت نه ببخش نه فراموش کن نه فراموش کرده یعنی که گولی حرفا رو نخور بعد اگر هر کس آدمی ناکسی هم هر گروه تشکیلات سازمانی هم میاد توی زمینه کار میکنه تو شک نکن که از میلیارد تا دلار بهره برده اگر از میلیارد تا دلار بهره نبرده از اینکه گرفتن انداختنش زندان گفتن از زندان باید ببینی کار بکنی اگه کار نکنی ما چه میکنیم متوجه میشین این ذکاوت رو باید داشته باشیم ما دشمن تاریخی خودمون که هیتلر رو اینا فراموش نکردن یهودی اگه تو دنیا سربلند قدرت رو قوی چون ما چاینام دشمن رو نمیخشن دشمن رو فراموش نمی کنه فراموش نمی کنه دشمنشو میتونیم ببینیم تو اگه هر روز هر دم بیری باشی همه چیزایی فراموش کنه یه از نو شروع کنی لاجوردی رو فراموش کنی و سردی به 3000 تا بری از رئیسی شروع کنی و 4000 تا بدبختی بیچاره خمینی در قداست میمونه این شاعری که بهتون گفتم که شاعر ما از هواداره مجاهدین خلق بوده و هست از قدیم هم همونطور اونا خب ما میدونیم با هم یک چیزای فکری دارن مسلمان هم حالا البته مارکسیست هن این مارکسیست ای آقا مثل این نمونه زیاد داریم نمونه زیاد داریم که خمینی دیگه نمیگه یا اون چیزایی که رژیم میخواد قداستش به هم نخوره رو نمیگه مثلا یک شاعر خیلی خوب من اون سروده دختر چادری چادره تو بردار خواننده هم خونده الان بهش گفتن آقا دیگه نخون یعنی نمیخونه نمیخونه دیگه به یکی میگه خلیج فارس نخونه چرا؟ چون روحیه سلحشونی میده وقت ما مملکت ما سرزمین ما ویران پادشاهان ما آرامگاهشون مخروبه افتاده گنبد بارگاه میسازن برای نجف چه میسازن میلیارد ها دلار خرج گنبد بارگاه تازی ها که پدر بزرگ خودشون هم میکنن که اومدن اونجا ما رو کشتن به نام امامزاده ولی هوخشتر پادشاه ماد در سرزمین ماد ماد کردها بودن کردهای دلیر در سلیمانیه قیزقاپان در قیزقاپان دخمی شده آرامگاه وحشتر شما دقیق ببینید فرزند خاک ایران در هفت آسمانی روشنگر دو گیتی از عهد باستانی در سستم ندادیم در ستم ندادیم بر دوست یا که دشمن بیگانه هم نکرده است پنهان که مهربانیم عزیزان من گل کاشتیم شبانه تو تاریکی ها